سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم خیلی خوشحالم که مجدد این فرصت رو پیدا کردم تا میزبان آقای مهدی نعمت از نوازندگان برجسته کشورمون باشم آقای نعمت خیلی محبت کردی دعوت من رو پذیرفتین اگر صحبتی با مخاطبین ما دارین بفرمایید تا من مصاحبه رو رسما آغاز کنم بسیار سپاسگزارم از دعوتتون سلام عرض میکنم خدمت و تمامی دوستان متشکرم از اینکه وقت میذارین حرفای ناقابل بنده رو گوش میدین امیدوارم چیزی توش باشه که براتون جالب باشه در خدمتتون هستم آقای نعمت شما در مصاحبه های قبلیتون اشاره داشتین به این که در دوره نوجوانی به یک تور هنری از, تا... از طریق آموزش و پرورش بارم. اون زمان رفتین در اون مقطع خانم فراخور پارسا وزیر آموزش و پرورش بودن دلم میخواد یک مقدار در ارتباط با نحوه گزینشی که صورت گرفت برای ما تعریف بکنیم چشم ارز کنم خدمتون که تو تهران مسابقات هنری برگزار شد تو این مسابقات هنری تو تمام رشته ها تو تمام رشته هنری مثلا مثل نقاشی، خط و رشته موسیقی، خوانندگی تو تهران برگزار میشد اومدن برگزار کردن بالاخره من که اصلا فکر نمی کردم مقامی به دست بیارم چون دو سال بود ساز زدن شروع کرده بودم و ساز زدن منم از دبیرستان شروع شده بود که مرحوم استاد ابوالفضل نصیر ایشون می اومد مدرسه ما موسیقی درس میداد مدرسه ما که پول نداشتیم بریم ساز بخریم مدرسه خودش هم تهیه کرده بود فقط به شرط اینکه مثلا منی که یاد میگیرم هر روز صبح مثل پادگان ها صبحگاه برگزار بشه و تو این صبحگاه من یه مثلا ما تیمی که داریم یاد میگیریم یه سرود یه یه سرودی بزنیم که بچه ها شادتر برن سر کلاس یعنی علاوه بر آموزش به صورت تجربی هم داشتید این رو تست میکرد بله استاد نصیر موقعی که شوکه استاد نسیرین عرض بکنم که اون زمان خواننده بهترین خواننده که رو برس بود خانم مرزیه و خانم دلکش بودن هر دوشون رحمت الله علی علیها با هر دو تا اینا کار میکرد آقای نصیر و نوازنده اینا بود ترومپت میزن ایشون چند جلسه که گذشت کلاس که تعطیل میشد به من گفت شما باش البته کلاس بعد از ساعت آموزش مدرسه بود من میموندم و شروع که با من جداگانه کار کردن درسته. یه آهنگ یونانی بود موقعی که قرار شد بریم برای مسابقات یه آهنگ یونانی بود به اسم زوربای یونانی که فیلمش هم اومده بود اون موقع رو بورس بود این این آهنگو به من گفت تو این آهنگو بزنی تو مسابقات اول میشی من گفتم خب حالا میخواد من یاد بگیرم اینطوری داره میگیریم و زدم زدم و رفتم تو مسابقاتم زدم من نمیدونستم من مثلا این آهنگ خاصه دیدم تمام هیئت جوری اصلا یکی خورده بودن که چطور من این آهنگو زدم شروع کردن چند تا سوال من کردن که مثلا گام میمینور مثلا چه تغییر دهنده هایی داره سول ماجور چه تغییر دهنده هایی داره یعنی تئوری موسیقی آره، رو ازتون پرسید دو دیز ماژور چه تغییر چه تغییر دهنده هایی داره خب من اینا رو همه رو سری گفتم و اینا ها رو گفتم خیلی خوب بفرمایید شما رفتم تو مدرسه یکی از دانش آموزها یه روز به من گفتش که نماد هم ما روزنامه مجله جوانان خریدیم تو مجله جوانان اسم طور نوشته بودن که نفر اول شدی اصلا باورم نمیشه تو مجله جوانان اسم منو بنویسن خلاصه اومدم خونه و با هر کلکی بود بالاخره از مادرمون پول گرفتیم رفتیم یه مجله جوانان خریدیم اصلا تو خیابون تو کوچه دلم میخواست که به همه نشون بدم به همه مردم درست. که ببینه اسم من اینجا هست بعد من نمیدونم این چطور به فکر من رسید چون آموزش و پرورش اون ناحیه یه خانم فرهنگ مهرپرور بود که ایشون مدیر امور تربیتی اون ناحیه بودن چون ما یه آقای فرهنگ مهرپرور هم داشتیم از هنرمندان قدیم کشورم او مثلا میگم ایشون فرنگیس مهرپرور بودن فرنگیس, فرنگیس فرنگ. مهر بالاخره ببخشید الان 50 سال گذشته از اون وقت بعد من فرداش مدرسه که تعدیل شد زور مستقیم رفتم اداره رفتم اتاق ایشون و از ایشون تشکر کردم به خاطر برگزاری این کلاس ها و اینکه که بهشم گفتم که خانم پرور من اول شدن اونم و مدیون شما هستم ایشون خیلی خوشش اومد و گفتش که من تو رو معرفی میکنم برای اردوای رامسر بله تو پرسیدم چی هست اصلا نمیدونستم چیه توضیح داد برام چیه خیلی خوشحال شدم و اومدم و یه بروشوری هم به من داد که در ارتباط با اردو بود که مثلا چه چیزایی لازم بیاری معرفی اردو بود تو اون بروشور بله. کاش داشتمش خیلی چیز جالبی بود ما اونجا رفتیم اردوگاه رامسر تو اردوگاه رامسر بالاخره از ناحیه های دیگه هم اومده بودن بچه که مقام آورده بودن اونجا با خیلی آشنا شدیم الان من بگم که بچه که تو اردوگاه رامسر بودن یکیشون الان آی دکتر رفعت مثلا تو سوئیس کارخونه داروسازی دارن بله اونجا اه. چی می نواختن؟ فعالیت هنری داشتن؟ هم اول می زد و رفته او رو ساکسون اه. الان هم نوازنده خوبیه یک شما بیژن مرتزوی بود بله. اه... که تازگی یه دونه کلیپ هم با همین دکتر رفعت با هم پر کردن هر دوتا زدن بله. اه... دیگه خواننده ستار بود مرحوم مازیار بود بله. ایرج بستامی بود آقا ایرج بستامی اون زمان بله. داشت ایرج بستامی بود ای پرویز پرستویی بود یعنی اصلا یه سکو پرتاب هنری پرستوی بود پرستویی اون موقع فعالیت تئاتری می‌کرد بله فعالیت تئاتر اصلا یه سکو پرتابی بود همه اونایی که بعدا به جای رسیدن از اونجا شروع کرده بودن از اون اردوگاه رامسر شروع کرده بودن درست اونجا اومدن یه ارکستری رو یه بندی رو جمع کردن گفتن که شماها اگه بخواین میتونین کل تابستون اینجا بمونین بله چی از این بهتر مردم کلی خرج میکنن دو روز میرن شمال ما یه تابستون اونجا بمونیم ما کل تابستون دیگه اونجا موندیم از تمام شهرستان ها هفته به هفته 2500 نفر دختر و پسر می اومدن اونجا به صورت هفتگی بود دیگه. یعنی یه هفته میموندن و بعد یه هفته برمیگشتم. میموندن و برمیگشتم ما هم شب براشون آهنگ میزدیم این خیلی تجربه خوبی شد تو نوازندگی برای ما این مدت و سالهای بعد هم تکرار شد بل. اونجا اومدن چون از همه شهرستان ها بودن اومدن نفرات اول و یه مسابقه کشوری برگزار کردن یا حالا که همه اول هستن تابستون اول تابسون پنجاه بله. که جشنای 2500 ساله تخت جمشیدم بود و اینا اینا اومدن اونجا یه مسابقات کشوری برگزار کردن و نفرات اول رو اعلام کردن باز یکی دیگه اصلا اون دوستان آیا حمید احمدی بود که الان کانال آی سی سی رو داره تو کالیفرنیا ماها با هم دیگه همه یکی شده بودیم با بیژن مرتضوی اینا خودمون یه بند درست کرده بودیم که یه ویدیو هم گذاشتم از اون موقع از که با بیژن مرتضوی داریم میزنیم از جمله کسانی که اونجا بودن یه دختر خانمی بود به نام نغمه دو دختر اونجا زیاد بود که با همدیگه ساز می‌زدیم با همدیگه مثلا شوخی می‌کردیم بازی می‌کردیم اینا ولی دقیقا خواهر و برادر بودیم ما اونجا بل. نه نقم دختر خانم دکتر پارسا مربون دکتر پارسا منظورتون دختر خانم فراخرو پارسا, رو پارسا، بل. بل. با تمام دخترهایی که اونجا تمام پسرهایی که ما بودیم دقیقا انگار خواهرای ما اونجا هستن کسی جرأت نداشت به اینا بگه بالای چشمتون عبروه بل. خلاصه ما خیلی با من تیم شده بودیم مثلا آقای دکتر رفت با تمام گرفتاری هایی که داره ایشون مثلا داره خانه تو خیلی از شهرهای اروپا دارن به. چند شهر ایتالیا پاریس بروکسل تو آلمان اینجا همه داروخانه دارن مرتبه یا همچین آدمی تو جلسات میگه من عصبانی تو جلسات عصبی که میشم میام بیرون به تو زنگ میزنم و آرامش میگیرم برمیگردم میرم تو جلسه این برگرفته از اون رفاقتیه که در همون اردوهای رامسر از اون گرفت. موقع بله یا یکی دیگه از دوستانمون باور کنید من انقدر که با نوشین مثلا تماس دارم یا اون با من از حال همدیگه خبر داریم شاید ما دیگه تا آخر عمر ریچ وقت همون نبینیم نه. چون پرش رفته خالیش مونده نه اختیار دیگه که سالهای سال زنده باشین اون فقط ام... خدا میدونه اینا فقط می جنبه شوخی وارد هم... این فضا بشم که به هر دختر خانم فراخ رو پارسا هم در اردوهای رامسر شرکت میکردن بله اما نکته ای که وجود داره این هستش که آیا ایشون با مثل سایرین باشون رفتار میشد در همون فضا حضور داشتن یا یعنی اینکه نه به نوعی میشه گفت تبعیض در اون دوره هم دیده میشد اگر تبعیضی بود ما دیگه باهاش حرف نمی زدیم ما با کسایی حرف میزدیم که خوده. مثل خودمون بودم به. اصلا کاری ما نداشتیم آقای دکتر عفت میگفتش که ما اون موقع برای این پنجاه سال رفاقت ما مونده که اصلا ملاک نبود برای ما که کی بالاتره کی پایینتره درست. کی وضع خانوادگیش خوبه کی وضع خانوادگیش بده اصلا ما کاری به این کارا نداشتیم ما فقط سعی میکردیم که با هم رو راست باشیم صاف باشیم و همون رو و صاف بودنی که رفاقتمون تا الان هنوز ادامه مونده که خانم نوشین کازنفر از سندیگو زنگ میزنه که مهدی تبت اومد پایین اصلا اینطور با همین بعد از به حضور شما خب اونا رو اونجا برخورد داشتیم می اومدیم تهران هم با همدیگه در ارتباط بودیم خب نغمه رو گاهن می دیدم مسابقات مثلا میگم مسابقات جشنای مدرسه ای که بود خب همدیگه رو هی می دیدیم بعدش هم شاید مثلا می رفتیم یه شامی هم خودمون دور همدیگه یه همبرگری مثلا دنگی هر کی مال خودش حساب می کرد می و می رفتیم درست و واقعا همینطوری بود هر کس هم به واقع عرض میکنه هر کسی مال خودش رو حساب میکرد فقط با هم بودیم درست مثلا نمایشگاه آسیایی شروع شده بود که هنوزم هست تو شهری بر ما هم. بله. از اون اولیش ما اکیپی جمع شدیم میرفتیم شبش هم میومدیم شام میگرفتیم اونجا هر کی به حساب خودش شام میگرفت میشستیم دور هم دیگه تو چمنا میخوردیم و بگو و بخند و اینا میرفتیم یه وقت مثلا نقمه به من میگفتش که مامان داره یه برنامه یا آماده میکنه که شما رو برسه اروپا آخه خودش چیز نبود که خود نقمه مقامی به دست نیورده بود که برای همین اصلا نبود اونجا مثلا چون دختر خانم وزیر ایشون هم باشه نیست درست من مثلا همین دو سه هفته پیش یه آقای با من تماس گرفتش که رئیس شورای شهر زاهدان هم بود آقای دکتر ریگی بله تعجب کردم چطور ایشون به من زنگ زدم گفتش که آینه من مشکل شماره شماره شما رو پیدا کردم و اینا من یادته با هم رفتیم اروپا او ایشون هم یکی از افراد ایشون بچه بودن. زاهدان بود بله دو نفر از زاهدان بودن اه... که یکیشون خدا رحمتش کنه فوت کرده که ایشون به من گفت اسماعیل بخش فوت کرده بله ولی خب ایشون آقای دکتر ریگی خب بالاخره مقامی هم تو کشور برای خودشون بچه هر کجا که هستن ولی وقتی با هم صحبت میکنیم باز همه تو یه سطحیم آ... تا این حد عرض بزرگ شما مدیر کل آموزش پرورش استان تهران آ... از تو هایلایت های پیج هم گذاشتم احکام ما اینو نگاه کنم. اکثرش با امضای آقای نبویه این آقای نبوی مخالف اروپا رفتن ما بود و میگفتش که یه خرج اضافه است و شدیدن هم پای این مخالفتش وایستاده بود و هر جای هر طور که میتونست کارشکنی میکرد که این, اتفاق این اروپا باید. انجام نشه در صورت که وزیر میخواست انجام بشه ولی مدیر کل کاملا مخالفت میکرد درست یه دفعه تو همین جشنه مدرسه ای من به نقمه گفتم که با نقمه به اون بگویم خب این عوضش کنه اینقدر کار کارشکنی میکنه نمیذاره ما بریم اروپا نقمه خیلی دختر ساده ای بود و دختره اون موقع هم هیچ وقت نه آرایشی میکردن نه چیزی این سالشون هم ایجاب نمیکرد که بخواهد دفعه دیگه که مثلا یه ما بعدش هم دیدیم گفت اون سوالی که کردی به منم گفتم جوابشو برات بردم ها و... گفتم من سوالی نکردم گفت چرا گفتی چرا مامانت آی نببی رو عوض نمی گفت یا علی تو رفتی گفتی به مامان جون بالاخره آی نببی هم خب مقامی داشت برا خودش لا. من خیلی ترسیدم جا خوردم گفتم نکنه الا تو مدرسه واسه ما اشکالی درست کنیم گفتم چرا رفتی خودت گفتی گفتم بابا من عصبانی بودم یه چیزی گفتم حالا تو که نمی باست می رفتی می گفتی که بلاخت گفتم حالا گفتم خب گفت ولی مامانم گفتش که اه... یه مدیر باید مخالف پرش باشه که بتونه اراده کار خودش رو پیدا بکنه اگه من بخوام همه رو همسو با خودم بکنم اه... همه به من بله قربان بگن و مجیز بخونن که کاری پیش نمیره باید مخالف باشه و الان فکر میکنم اینم اون بنده خدا چه فکر روشنی داشت خانم دکتر و نهایتا هم خب شما رو به اروپا به سفر اروپا فرستادند و بالاخره وزیر پشت کار بود دیگه بله چه کار انجام شد و جناب استاد علی اکبر دلوری که سرپرستی ما رو قبول کردن ما رو بردن اروپا آوردن تو اون سفر چهارده کشور ما رفتیم همزمان شد با برگزاری المپیک مونیخ 1972 که اون اتفاق ناگوار افتاد الان اگر سرچ بکنین پیدا میکنید که گروگانگیری شد بل. فلسطینی ها گروگانگیری کردن ورزشکارای اسرائیلی رو یه اصلا مسابقات تحت این اتفاق قرار گرفتید اصلا دیگه برگزار دیگه نشد همه مونده بودن چون اینا رو توی یه ون گروگان گرفته بودن که ما اینا رو مفج... که آخر هم منفجه شد با اونا کشته شدن اصلا خیلی همه چی به هم ریخ معمول سواک ساواک تو هتل بودن که ایرانی ها رو کامل زیر نظر گرفته بودن که چی ایرانی هست چی کار داره میکنه با کی داره ارتباط میگیره که ما هم اومده بودیم اونجا ولی خب رفتیم دیدیم اینطوری شد آی دلبری همه ما رو برد از اون فضا شرقی آلمان ما رو اصلا برد جنوب غربی جنگل شوار که رفتیم اونجا یه پارک وحش بود من وب. ندیده بودم تو اون موقع که حیوان آزاد باشن آدم تو قفص باشن <laughs> <laughs> خیلی برای ما جالب بود مثلا همچه صحنه های اروپای بسیار خوب پر باری بود 14 تا کشور ما رفتیم و واقعا چیزی کم نمیذاشتن برای بچه ها مثلا حتی تولد منم افتاد تو اون سفر اصلا همه برام بر, بر من تولد گرفتن، اون کسی برای من تولد نگرفته بود برای من تولد گرفتن هر کس مناسبتی داشت تو اون زمان خیلی قشنگ و پربار برگزار میشد درست و این سفر هم هوایی نبود زمینی انجام میشد آها اصلا جاذبه یعنی داخل هم... اروپا شما زمینی سفر میکنید بله با اتوبوس فضاهای بیشتری رو درک میکردین میدیدین بله. تجربه خاصی بود آقای دلبری هم چون تحصیل کرده اروپا بود نرحال لندن درس خونده بودن ایشون حتی الان هم لندن هن. الان ۹۵ سالشونه خدا حفظشون تو لندن امیدوارم که یه عکس پسر آیدلبری دلبری حمید برا من فرستاد چند روز پیش که آقای بیژن مرتزوی رفته و لندن رفته و خونه اینا اه، یه دو ساعتی با اینا نشسته درست. بود و عکسشو فرستاد برا من من مثلا سال 2008 بود رفتم اونجا دست بوسشون رفتم همیشه در ارتباط بودیم ایشون اصلا ادب رو به ما یاد میداد تو این سفر که آداب چجوریه حتی طرز از طرز قاشق چنگال دست گرفتن بگیر تا برخورده با ببخشید دوالت های فرنگی باید چیزی باشی <تصحیح> 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 همه ریزکاری ها رو همه رو میگفتن طریقه راه رفتن که تو خیابون شما دقت بکنید اروپایی ها را راه میرن دو نفر راه میرن پاهاشون رو با هم بر میدارن ما هم سنیم که سنیم بود که شخصیت ما داشت شکل میگرفت دیگه همونطوری شخصیت همون شکل گرفت همسنای ما همه تو تهران همه تو سرکله هم دیگه میزدن و در حسرت این بودن که به طریق بتونن دوچرخه گیر بیارن سوار بشن ولی ما آداب حرف زدن آداب راه رفتن آداب همه چی رو اونجا حتی کتاب رو سر و راه رفتن درست خب آقای نعمت حالا با توجه به اینکه بخشی از این خاطرات رو در مصاحبه های قبل هم گفته بودین من میخوام از حضورتون در اروپا یه پلی بزنم به دوره فعالیت حرفه‌ایتون در حوزه موسیقی تقریبا همه میدونن که شما در بند خانم شهره خانم لیلا فروهر و آقای داریوش نوازندگی داشتین ولی نکته که وجود داره این هستش که شما در یک شب خاصی در یک فضای خاصی حضور پیدا کردین که شاید مثلا 48 ساعت قبل از اون هم خیلی اطلاعی نداشتین از اینکه قرار چه رویدادی در مقابل چشمان شما بگذره در سال 1356 در شب تولد رضا پهلوی یا شاید به عبارتی آخرین تولدی که ایشون در ایران برگزار کرد خانم گوگوش به عنوان خواننده حضور پیدا کردن بله جشن تولد 18 سالگیشون بود بله و خب شما هم یکی از نوازنده هایی بودید که توی اون محفل حضور داشتین با وجود این که به حال شما سابقه نوازندگی در کنار خانم گوگوش رو فکر نمی کنم تا پیش از اون مجلس تجربه پیش کرده از اون خیر یک کمی راجع به اون اتفاق بگین که اصلا چی شد که شما رو جایگزین کردن و فضایی که حالا شما در سن 21 سالگی به سر می بردین. فضایی که یک پسر 21 ساله داره برای اولین بار تجربه میکنه چه شاخصه هایی در ذهن شما به یادگار ثبت کرده از بزرگ شما دعوت من باعثش آی اریک بود مرحوم اریک آرکان بله ایشون فرانسوی بودن و البته اسمن فرانسوی بود ایشون متولد جزیره گویان بود گویان فرانسه بود به. که موف کرد اومد ایران و چون بالاخره تو موسیقی قدر بود تو موسیقی آمریکا لاتین اصلا موسیقی ما رو برد به اون سمت و فارسیشون هم ایشون خوب بود ظاهرا بله. بس... دیگه راه افتاده بود به. و با آهنگ حریر مارتیک آشنایی ما شروع شد که اصلا به من گفتن پیشنهاد کرده بودم منو من رفتم اونجا زن اریک عصبانی شده بود که این بچه رو برای چی فرستادین که بزنه 19 سالم بود باید که زدم داشته باش که دیگه اریک هر چی زبط داشت و نازم اولین اولین بار که شما با آقای اریک همکاری داشتین ترانم حریره حریر مارتن مارتن. بود. بعد اون شبم برای اون شب هم یکی که نوازنده های ساکسون گفته بود که من نمیتونم بیام به دلیل گیر بود که اریک پیشنهاد منو کرده بود ام. که من رفتم اونجا اریک هم بود اومد ش... اه. آه. زنگ زدن به خونه ما که من رفتم خونه مادرم گفتش که ام. به این شماره زنگ بزن زدم و با من گفتن که آره فردا شب شما باید تشریف اونجا چی و... گفت اینو یه نفر نمیدون من نمیدونستم اصلا نه اصلا من نمیدونستم کیه گفت با فردا شب باید تشریف اونجا و با... اونجا یعنی منظورشون دربار بود منظورشون کاخ نیاوران بود بله و داشو این کاخ نیاوران با خانممو گوغوش بزنی گفتم که آقا من چی باید بزنم من نمیدونم چی باید بزنم گفت با آقا اریک گفتن که من خودم هستم میگم چیکار کنم که اون شب تو کاباره من به شهره گفتم که من فردا نمیام من باید برم دربار که ایشون هم نمیتونست مخالفت کنن <applause> چون یه اسم حزم آخرش اومده بود ما اون شب رفتیم دربار حالا قبل از اینکه وارد فضای کاخ بشین شما یه پسر 21 ساله بودین و تا اونجا که اطلاع دارم در اون زمان دانشجو هم بودین بله سال دوم بوده سال دوم فضای دانشگاه های کشور تحت تاثیر به هر نگاه های سیاسی و جریان های خاص سیاسی قرار بودستنم. داشت نه نه به هر از ابتدای دهه 50 دانشگاه های کشور تحت تاثیر افکار حالا به نوعی چپ بود دانشگاه های کشور آره ولی دانشکده ما که بگی تو تو چه دانشکده ای من تصمیم. اون موقع اسمش بود مدرسه عالی ترجمه بل. The College of translationشن تو سعودتتاب آباد تا اون موقع پولی بودست مال دکتر آریان پول کاشانی هم بود اباس آریان پول کاشانی بله. که دیکسیون بله، 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 خیلی بله، بله. مشهوره ایشون صاحب و مدیر مدرسه او مرسالی بود و شرعشان بالا بود و یه طبقه خاصی فقط میتونستم اونجا خیلی گرون بود درست ولی چون اون سال دستور تاثیر رایگان اومده بود اما فقط یه تعهد گرفتن که معادل تحصیلی که می تحصیلی که اینجا میکنیم همونقدر باید تو ایران کار کنیم آها. نه که اونا بگن کجا کار کنیم نه متوجه. تو ایران کار کنیم این تعهد رو میگرفتن که بعد کمک هزینه دانشجویی میدادن ناهار ارزون میدادن بهمون پونزه ریال بود نهارش حالا نمیخوام خیلی وارد فضای دانشگاه بشین فقط اینطور که شما گفتین در دانشکده شما حداقل دانش این خبران ما اصلا <applause> تا خود سال پنجاه هفتم اصلا وقتی به ما گفتن اینتر منحل شده ما گفتیم خب مال ما چرا منحل شد یه تیپ بچه های بودن دانشجوی بودن که اصلا کاری به این کارا نشد هر <applause> شب پارتی و <applause> درست تیپ بالا شهری بودن حالا ما هم بر خورده بودیم قاطی نه جنوب شهر رفته بودیم پس اصولا تا پیش از ورود به دربار نگاه سیاسی نداشتی نه نه آه. اصلا چون همیشه ذهن من درگیر از یه طرف درس بود از یه طرف کار کاباره بود بل. از یه طرف کارای غیر از کاباره بود زبط ها بود مثلا باید. وقت نداشتم به چیز دیگه فکر کنم به کار خودم نمیرسیدم از اون موقعی که من با خانم دینامیک بودم که بعد رفتم با خانم لیلا مثلا دیپلوم هم من نگرفته بودم هنوز دبیرستان درس میخوندم بعد اون موقع خوب دانشگاه بودیم و اینا به من گفتن و من رفتم با ماشین رفتم که برم تو جلو منو گرفتم آقا کجا گفتم <تصفح> که من دعوتم که خب گفت خب. اسمتون چک کرد بله, بله تو لیست گفت بله هستین ولی شما برو ماشین پارک کن یه جا بیاد ماشین با ماشین می‌خواستید وارد آره برم تو کار خیلی لردی استرس هم داشتی من چون خیلی جاهای رد بالا رفته بودم من. استرس نداشتم ولی چی میشه بود تو ذهنم که نگاه هم رو دربار نبود نگاه هم رو کارم بود که مثلا اریک گفته من هستم یعنی چی من نمیتونه پلو من واسه نوتا رو بخونه من بزنم <applause> که چطور میشه چیکار میکنه استرس اون داشتم واسه ماشین رو پایین پارک پایین کاخ پارک نیاوران بله بله. که پایین کاخ بود پایین پارک پارک کردم و اومدم رفتم عدر رفتم تو ولی خب احترام میذاشتن تفتیشی چیزی نبود آها. ها خوش آمد میگفتن و مدرک شناسایی هم می باعث با خودتون میبورد؟ نه نه پرسید اسمتون گفتم این نگاه که گفت بفرم درست رفتم داخل خب بالاخره کاخ بودم ما دفعه اولم بودم تو کاخ بود و ها داتیا همش سرم بالا بودم چرا اینجا سقفش انقدر بلنده چرا معتابی نزد چرا پنک سقفی نداره خلاصه یعنی معیارهایی که حالا مثلا شاید در خانه پدری دیده بودین رو <تص> اونجا جستجو می‌کردین آره چرا معتابی نداره چرا تاریکه خلاصه رفت اونجا و بچه ها رو دیدیم و همه خب همه دور پر سنای چهل سال بودن من جای بچهشون بودم همه با همه سلام کردم سلام کردم موش یه جا قایستدم. تا اریک اومد اصلا میخواستم بودم برم بغلش <applause> سلام کرد و فوری نوتار در آورد به من نشون داد و گفت تو دشیفرت خوبه گفتم نه آجا من دشیفرم خوب نیست من <تصفيق> <تصفيق> یعنی میگفت نوتو بزارن جلوت میزنیم گفتم نه اون دفعه که زده بودم چون همین جشنهای مدرسه رو که میرفتیم اون دوست اون که با ما گیتار میزد که اردوهای رامسرام بود جان دارمزاده بود که الان هم کالیفورنیا نه دوست شب پیش داشتم باید صحبت میکردم این برای جشن مدرسه ما یک گروه خوبی درست کرده بودیم با چهار تا سازبادی بچه ها همه قوی آهنگای های گوگوش رو با اونا می زدیم ما نه. که دختر خانم بود به نام ریتا اون خیلی صدا شبیه به گوگوش بود و می خوند تو جشن ما می زدیم. و همون تنظیم هایی که گوگوش سر اجرا می زد با همون تنظیم اجرا با همون تنظیم ها ما می زدیم چون می خواستیم کوپی بر بر اصل بشه که همه میگفتن که با ارکستر شما اصلا با ارکستر گوگوش فرق نمیکنه گفتم نه من اینا رو زده بودم قشم من اینقدر قوی نیستم اه. ما تو مدرسه زده بودیم اینا گفت تو مدرسه مگه اینا رو میزنم گفتم حالا <تصفح> ما فرق میکنه اه. اصلا آهنگ قریب آشنا تنظیم که اریک کرده بود بسیار مشکل بود برای سازای بادی ولی خب نه. ما زده بودیم مثلاً برای خلی... میشه گفت آشنا بودین با آره. ترانه های خانم بوگوش و اونجا شاید به خاطر همین بود که زیاد استرس نداشتم <تصفح> با آهنگ آشنایی داشتم اه... ولی خب آهنگ جدیدم جدید داشت به خصوص اولین آهنگ، ملودی اولین آهنگ با ساکسون زده میشد بله اه... من فقط ناراحت اون بودم که می گفتم خدا کنه نخونه اگر می خونه اول نخونه که برغزا اومد و خوش آمد گفت دو, دو تا سه تا جوک گفت اما هم همیشه کار گوگوشین بود در دربار هم با جوک شد آره قشنگ راحت جوک رو گفت و هم همه رو خندون دو آخر یکی از جوک هم برگشت یواش آهنگ گفت و برنوحد و همون رو گفت اونجا بود که من که بچه ها اکثرا ارمنی بودن با بودن غیر از بادی ها بقیه همه ارمنی بودن بم... فقط یکیشون که فهمید به من گفت اصلا نهارت سروش بود ببخشید آندرانیک بود تازگی فوت کردم به من گفت اصلا نهارت نه نا باشه تو میزنی این گفته اون بیشتر منو تو تنش انداخت که این داره اینطور میگه تو میزنی اگه من نتونم بزنم چی بله حتی نتونستن که نه ولی خب مثلا آدم هول بشه میزانا رو رعایت نکنه یا زود و دیر تموم بکنه خبش زدیم و شانسه خوب شد بالاخره دیگه خوب شد طور که خانم گوش آخر برنامه اومد تشکر کرد اه. موقع رفتن تشکر کرد و رفت که برای من خیلی مهم بود که بعدم تو کانادا گفت داشتن. حالا واکنش خود افرادی که اونجا حضور داشتن خب به حال شخص اول مملکت حضور داشت خانواده ایشون همه در اون محفل بودن و شما به عنوان یک پسر 21 ساله داشتید اینها رو از نزدیک می‌دیدین این از یک طرف قضیه بود شما با اونا خوردیم با اونها خوردیم یعنی در همون فضایی که اونها شام خوردن شما بله, شام بله خوردید یا مثلا نه 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 اصلا من اصلا از تفتیک ناراحت بودم یعنی اگه کسی میخواست تک تک بکنه مهمان فک بکنه بله. من اصلا بر میخورد به هم یه اخلاق خاصی داشت من اگه اونطوری میدم هست سازو من میشم میرفتم کاری هم نداشتم که چیه هر چی میخواد بشه بشه ولی خب برنامه زده بودیم درست ولی گفتن که نری میتونیم بمونین که سر میز شام دعوت کردن همه میرفتن میکشیدن غذاشون و ما هم همونطوری رفتیم از بقیه کشیدیم میتونم بپرسم فضای میز شام به چه شکل بود چون معمولا خاندان پهلوی رو به تجملگرایی و هزینه هایی به قول معروف هنگفت متهم میکنن والا ما خیلی عروسی ها رفته بودیم که خیلی بیشتر از اون خرج کرده بودن <تصفح> حتی تو دهه هشتاد خودمون که من کار میکردم بنا به وظیفم مثلا تالار فرمانی من میرفتم بعضی از شبا مثلا شبی که عروسی آیا بود بله. یا مثلا تو این صد عروسی ها بود چمال ایشون هم باشگاه فرمانی بود بله شامایی که والا اونجا تو باشگاه فرمانی هست اونجا نبود بله درست اونجا من یعنی بره سرخ کرده ما ندیدیم اونجا <تصفح> نبود بیشتر غذای دریایی بود درست و خب از خود خاندان سلطنت هم اومدن از مجموعه نوازنده ها و گروه هنری که اونجا حضور داشتن تشکر خاصی بکنن بعد از پایان مراسم نه ببینید ما رو به چشم یه دستن شام رو می آوردن می بختن می آوردن می زاشتن می یه ده اصلا که می آن موزیک رو می زنن می رن درست دیدشون اینطوری بود نه اینکه تحویل بگیرن نه اینکه نگیرن. نگیرن درست مثلا خود رضا پهلوی هم با, بچ... با بچه ما میگفت میخندید چون تو مهمونی ها دیده بود بله چند بار بچه های ما رو با بعضی هاشون آشنا بود باشون میگفت میخندید خصوص چون خودش هم درام میزد رضا پهلوی بله از با پارتف می اومد خود می میکرد که این اینجوری بزنم خوب میشه اونجوری بزنم خوب خب اون خیلی عرو دو دو تا چهار تا میزد درست نوتی میزد پارتف که اونجوری نمیزد پارتف اصلا نمیدونه چجوری خود درام خودش زده میشد <laughs> وقتی پارتف <laughs> و یه نکته ای حال در سال پنجاه و شش فضای سیاسی ایران و اصولا فضای اجتماعی ایران نسبت به سالهای قبل دستخوش تغییراتی شده بود یعنی حتی اگر شما مطبوعات اون دوره رو رصد بکنید میبینید که جست گریخته باز سیاسی اومده بود آقای جمشید آموزگار نخست وزیر شده بود یه تغییراتی تو جامعه بود و همون فضای باز سیاسی هم بود که کار رو به بحران های انقلابی رسوند <applause> <applause> میخوام بدونم که خود فضای شما وقتی که در فضای دربار حضور پیدا کردین با توجه اون پیش زمینه شناختی که از اجتماع پیرامونتون داشتین حسی در وجودتون بود که اتفاقاتی ممکنه در آینده نزدیک بیفته و خیلی از اصلاً، مسائل رو فکر نمی‌کردیم که مثلا یه تغییرات بنیادی بخواد تو کشور پیش بیاد گردیم مثلا یه رفرمای احتمالا خواهد شد در این صد اصلا ما فکر نمیگردیم و حتی اون شب هم اصلا یه همچین افکاری اونجا مثلا حاکم نبود بیشتر صحبت ها و گپ ها این بود که مثلا بهترین کادوی که رضا گرفت کادایی بود که نیکپی بهش داد شهردار تهران یه پرش 911 بهش داد خب پس هدیه ها هدیه های عجیبی بوده در نوع خودش با تولد ما ها فرق میکرد <تصفح> بله با هدایی هایی <تصفح> که با ما میدادن مالا ما فرق میکرد خیلی فرق میکرد بله خب خب میرسیم به فضای انقلاب یعنی از اون شب یک سال یا یک سال و نیم میگذره انقلاب انقلاب ایران پیروز میشه حکومت یک سال یک سال و نیم نه چرا دیگه نه ماه نه چون ماه رمزون که شد نه من منظورم تایم پیروزیه یعنی به سمر نشستن انقلاب هست بعد از اینکه برحال حکومت جمهوری اسلامی مستقر میشه ما شاهد این هستیم که برخی از شخصیت های حکومت قبلی به نوعی محاکمه میشن و اعدام میشن خب یکی از اون افرادی که اعدام شد خانم فراخرو پارسا بودن که تا جایی که من اطلاع بحب. دارم شما در دوره نوجوانی حتی منزل ایشون هم بله. رفته بودید به واسطه دوستی با دخترشون خانم نقمه اول به من بگید که به خانم فراخرو پارسا رو در زندگی خصوصیشون یعنی فارغ از اون جایگاه مدیریتی و وزارتی که داشتن ایشون رو در زندگی خصوصی چگونه بانوی ارزیابی میکردین؟ ایشون از خانواده وزینی بود و کلا خانوادهشون پولدار بودن بله اینطور نبود که از هیچی رسیده باشه به وزارت درست خانواده پولداری بودن خانواده ریشهداری بودن اه... تا حتی اینم من بگم یه روز اه... اونجا بودم دیدم یه سجاده پنه یه چادر روش افتاده برام تعجب برانگیز بود در نما پرسیدم مالکیه مامان این برای من خیلی جالب بود این پس این شایعاتی که مبنی بر بهایی بودن ایشون مطرح شده درست نیست نه دیگه موقعی که یه همچین چیزی آدم هم میبینه که دیگه بدیهیه که اصلا نمیشه همچین چیزی باشه به. چون خودشون هم البته در دادگاه ازان کرده بودن که مسلمان هستن ولی خب حتی خانم گوش هم نماز میخون بله بله ایشون رو که حالا شنیدم که برحال قیود مذهبی داشته بله. بعد از اینکه این اتفاق افتاد یعنی بعد از اینکه حال خبر اعدام خانم پارسا رو در نشریات کشور منتشر کردن میخوام ببینم من حال شما اعدام شما... با اون وضعیه بله به شرایط مناسبی نبود میخوام بدونم که شما اون لحظه ای که این خبر رو خوندین چه حس و حالی داشتین به ویژه اینکه حالا به ایشون مادر دوست شما هم محسوب من... شدم. من به مادر دوست من الان که گفته اصلا مذهب خانم نخواهش میکنم اون شب من تا صبح گریه میکردم یعنی مجسم میکردم که اون بند خدا چی کشیده تا اون لحظه حالا یه ذره جواب عوض کنیم چند ما بعدش ما رفتیم من با یکی از دوستام خدا رحمتش کنه های امیر یوسفی سرادرش و چولی کبابی داشت اواخر اون موقع مال باباش بود یه به انوه دو من داشتم با اون رفتیم آهای یه نارنجی رو من داشتم یه آبی اون داشت بله با کدوم بریم شیرخت انداختیم <تصفح> مال اون اومد <من. تصفح> با اون آبیه رفتیم شمال رفتیم جا گیرمون نایمد یعنی مالی مثلا چند تابستون ماه بعد از 58. تابستون 58. تابستون اه... نه خدای تابستون نبود چون برحال ایشون که اردی بهش ماه اعدام شدن اگر اشتباه نکنه نه همون خوردادش یک ماه بعدش با هم می رفتیم شمال البته ایشون پنجاه و نه اعدام شدن اگر اشتباه نکنم چون که ایشون یک سال تقریبا زندگی مخفیانه رو داشتن منم پنجاه و نه آره دیگه پنجاه و نه بوده احتمال آره. درست بله چون بله پنجاه و نه بود چون که اعلامم شده بود که دانشگاه تعطیل میشه ما یه شیراخت با هم آوردیم که با کدوم ماشین بریم ماشینم بند خدا شد سوار ماشین دو هزار دو آبیه شدیم و رفتیم شما این ور اون ور جای گیرم نمی. بارندگی هم بود حتی عکسش هم دارم مال اون شب استوری کرده بودم شما پیش اومدیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم رفتم گفتم امیر بریم در خونه خانم پارسا در خونه منظورتون ویلایی که شمال داشتن آره ویلای بزرگ و خوبه بود گفتم بریم اونجا ببینیم کی هست الان چه جوری اصلا شاید یه جوری شد رفتیم تو رفتیم یه خدمتکاری اونجا داشتن که اون خدمتکار قبلش اردو رامسر کار میکرد چون محلی بود اردو رامسر کار میکرد و ما رو قشنگ میشناخت درست و بعد اونجا هم دیگه ما رو شناخته بود که رفتیم اونجا گفتیم که در زدیم اومد در رو باز کرد و سلام علیک کردم اینا گفت ماشین بیارین تو ماشین بیارین تو گفتم خب شانس بردیم دیگه بیاریم تو درست ماشین رو بردیم تو پارک کردیم و رفتیم تو گفتیم که من بعد از اون قضیه نقمل دیگه ندیده بودم بله یعنی بعد از, 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 از شاید یک سال شد. بود ندیده بودم درست نقمل نه بیشتر دو سال بود ندیده بودمش سراخش رو گرفتم که روحیه نقمه چطوره گفتش که اینجا که نیومده و اصولا با کسی حرف نمیزنه که ما یه شب اونجا بودیم و شما یک شب در ویلای خانم بارساد مستقر بودیم بله یه شب چت رو کردیم اونجا <تصفح> 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 بعد نمی از این که حالا با توجه به فضای ملتهبی که توی اون دوره هست الان فکرشو بکنم میگم که چقدر ما بیفکر بودیم ولی اون موقع اصلا فکرشو نمیکردیم کردیم اصلا تو این فازا نبودیم چون تو خیلی فازا ما نبودیم, نبودیم. اصلا درست اونجا بودیم اون شب و گذروندیم و اومدیم اون بنده خدا بساط منقل و بیرون راه انداخت و کبابا بله جاتون خالی کباب خوبی هم گذاشت و از خودمون رفتیم گوشت خریدیم بودیم یه جوری که برای دو سه روز اونم بله ولی اون درست کرد و آورد و خیلی با رو باز خوردیم و پرسیدیم کسی اینجا نیومده کاری نداشتن اینا گفت نه هیچ کس نیومده اینجا با ما تا حالا کسی کار اون خب خدا رو شکر دیگه بعدش اومدیم تهران یه شب چند شب بعدش من رفتم در منزلشون چون اینا خیلی آدم منظمی بودن امکان نداشت که مثلا از منزل بیرون باشن چراغ روشن بمونه درست چون دیدم چراغ اتاق روشنه گفتم خب هستش پونزه دقیقه زنگ زدم چه پشت کاری شما داشتین آره چون میدونستم هست مطمئن بودم اومد درو رو باز کرد نقمه گفتم سلام چطوری من نگاه کردم اینطوری زور زدن نه علیکی نه چیزی زور من نگاه کرد گفتم خوبی کاری داری آقایشون بهتون نتارید. آره کاری داری؟ اصلا موندم یه اصلا پیر شده بود چهرش تکیده شده بود بسه دیدم فایده ای نداره راهی هم نمیده که من بخوام حرفی بزنم مثلا یه ذره رویش عوض کنم میدونم اصلا چی خداحافظی کردم ببخشید گفتم اومدم رفتم و گویا به طرقی رفته بود از ایران بعدش که دیگه هیچ خبری ازش نداشتم okay. خب این نعمت ما میرسیم به به حال سالهای بعد از انقلاب و ادامه فعالیت هنری شما توی مقطعی فضای نوازندگی شما در محافل هنری تغییر کرد یعنی دوران پیش از انقلاب به عنوان یک نوازنده حرفه‌ای با بندهای بسیار حرفه کار میکردیم با خواننده های معتبر کار میکردیم و حالا وارد دوره ای شده بودیم که ضمن اینکه حالا موسیقی با محدودیت های جدی مواجه بود فضا برای کار کردنم خیلی مهیا نبود میخوام بدونم که توی اون مقطع به چه شکل امرار معاش میکردید من اوسط سال 59 بود که تصمیم گرفتم با همسایه ازدواج کنم با, با همسایه همسایه. همسای دیوار به دیوار که آقای سوم فروردین شست ازدواج کردم که مرداری البرز تو جاده قزوین برادرم یکی از شرکاش بود دکتر نمد اونجا مشغول به کار شدم و اون فارم رو میگردن یا فارم بزرگ مرگ مادر بود سد و هزار تا گنجی و هنوز هم هست عشان دیوار به دیوار نیروگاه شهید رجایی اونجا بودم و هفته یه شب می اومدم خونه اکباتان بودیم هفته یه شب می اومدم خونه ولی اینی که نمیتونم ساز بزنم جایی نیست ساز بزنم خیلی داشت من اذیت میکرد اصلا یه لنگی تو زندگیم بود یه گم کرده ای داشتم این بود که مثلا اما دعوت میشد که بریم تو عروسی ها بزنیم من قبلش هرگز این کار رو نکرده بودم چون من پنجا و یکی از اروپا برگشتم شروع کردم این جشنهای مدرسه ای رو رفتن با خانم لیلا فروهر بندایی که درست میکردن یا با جان دارموزاده با اون خانم ریتا میزدیم و اینا با که رفتم با دینامیک و رفتم با لیلا و دیگه رفتم تو کار حرفه ای و همیشه هم پوزم این بود که چرا من عروسی نزدم درست ولی خب دیگه بعد از انقلاب کار موزیک دیگه مجبور شدم برم بزنم دیگه تو عروسی بزنم اینا بگم یه شب یه عروسی رفتیم زدیم آقا داشت نمیزدیم یا گفتن کمیته یا اومدن اینا هم می اومدن سازا رو اول مصادره میکردن دیگه بله. من هم خیلی دوست داشتم اصلا عاشق این سازم من فقط یه دوازه سیزده سال بچگیمو با این ساز نبودم درست برش با این بودم تا الان این ساز یعنی از همون دهی پنجا با شما نه خیلی منظورتون حالا نو اساس. بله, بعد این که خب یا و فکر سال دو هزار اینا باشه بعد همینجور ساز من چون کوچیک بود نسبت به درام و چی کیبو... ارگ و اینا کردم تو کیسش شد اومدم تو تاریکی حیات یعنی اومدم تو باغ تو خونه بود اومدم تو باغ دیدم دیواره کوتاست گفتم خوبه میپرم تو باغ بغلی میرم بیرون میرم دیگه چشمتون روز بعد نبیرم یعنی راه در رو از مجلس عروسی به نوعی پیدا کرده آره خوش پیدا نمی کردم و هم <تصفح> کمیته یا می بردن بهتر بود من پریدم رو دیوار گفتم حالا این و روشن و اون و خب روشن نیست نباشه میپرم پایین دیگه شما حالا اسلوموشن رو در نظر بگیر که من پریدم پایین فیلم رو آهسته کن هر چی میرم نمیرسم نگو که اینجا خاک برداری کرده بودم اوه اوه اوه. و اون زیر نخاله بود اجه. این گودی رو من رفتم با ساز کوبیده شدم روی چون وقتی آدم نبینه رو... آدم ببینه رو چی داره میاد پایین بالاخره گارد میگیره خودش آماده میکنه از دوله اینا بره. من نمیدونستم که میرسم به زمین <تصفح> در بود آقون شدم اونجا دیگه حتی سازم هم گوشه لبش له شده بود بره. دیگه نمیدونین اینم هم یه خاطری بود که برای ما مونده بود که هم خودمون داغم شدیم هم سازمون داغم شد ما اینجوری بالاخره میگذروندیم تا سال 72 بود 1372 با. که آقای بیژن خاوری پیشنهاد کرد که من با ایشون بزنم با افتخار خیلی خوشحال شدم اولین برنامه اونم آبادان بود برای نفس رفتیم که تمام خاطرات قبلا برام زنده شد ما یه دفعه با لیلا رفتیم همون در همون, که در از باقی خاوری رفتیم بله اونجا رو با خانم لیلا رفته بودیم نمیدونم چه برنامه ای بود که یه ما دیدیم که تو برنامه کارگری تو فضای باز بود دیگه یادیم یه سنگ اومد رسن سن اوه, اوه من یه جایی اومده دیگه دیدم بعدیش هم اومد هم وسط آهنگ ما سازار زدیم زیر بغل <تصفح> دویدیم رفتیم تو اتوبوس که ماجرا چی بود دلیل این پرتاب سنگ نفهمیدیم اصلا مجلس به هم ریخت دیگه جشن خودشون به هم ریخت چه جشن کارگری بود رفتیم ولی خب خیلی اصابتون خورد شده بود ای اون شب که رفته بودم برای بچه ها تعریف میکردم که قبلا نمیجون آیا عباس مایبی بود آیا محسن یگانه بود محسن یگانه خواننده نه نه با آقای عباس مایبی آن دوستانی که در رادیو فعالیت آره آره بله اونا اونا بودن با... که بعدش هم رفتیم بازدید کردیم از شلمچه بله اون قسمتی که هنوز مین روبی نکرده بودن اینا برای ما خیلی جالب بود اونجا رو ببینیم و ها رو بعد با آقای هم دوره خوبی بود تقریبا هشت سال با کار کردم یعنی تا سال هشتاد حدودا تقریبا حف... تا اول هفتاد بله آخرین برنامهمون یه سفر روسیه بود رفتیم به دعوت سفارت ایران رفتیم روسیه از کشور تاجیکستان اومده بودن گفته بودن که چون برنامه برای فارسی زبان ها بود عید مبعث بود برای فارسی زبان ها ما رفته بودیم برنامه اجرا کنیم گفتن تاجیک ها گفتن که ما هم یه آیتم داریم میذاریم گفتیم که خب چه اشکال داره شما فارسی زبان دیگه آیتمی که اونا گذاشتن رقص دست جمعی خانوماشون بود نمیشد به اینا بگیم نکنین نمون اون جواب اون با اون بحثایی که مربوط به فرهنگ آره ایران درست فقط کاری که میکردن سفارت دور می خاموش کنی یه شبم ساعت دوازده شب من دیدم که هوا از سمت شمال داره روشن میشه بله یا خدا آخر زمان شد چی شد زنگ زدم اتاق آقای فرید شرفخیز چون هتل پرزیدنت بودیم ما هتل خیلی خوبیه ولی تمام اتاقاش یه نفر است درست یازده نفر بودیم یازده یا تا اتاق داشتیم اتاق آقای فرید شب هم سمت شمال بود من دو طبقه پایین تر زنگ زدم گفتم آقای شبخی هوا هستم تو شمال داره روشن میشه گفت چی زدی تو گفتم ما نگاه کن تو من رفت نگاه که گفت آره آه روشن شد روشن شد روشن شد از سمت شمال بعد یادیم از آسمان شروع کرد نور پایین ریختن نگو شفق قطبیه بله که یه بارم من شانسی که داشتم یه بارم تو نروژ دیدم دارست. تو اسلو دیدم تو اسلو دیدم اسلو تو اسلو دیدم شفا قطبی رو و بسیار صحنه زیبایی بعد چون زمستونم بود اومدیم سوار هواپیما بشیم هواپیما رو شروع کردم ماشین آتش نشانی اومد بغل شروع کرد یه مایه رو روش ریختن و توضیح خواستیم گفتن که اینجا تابستون آسمون هفتاد درجه زیر صفره الان که اینجا چل درجه زیر صفره آسمون چند خدا میدونه <تصفح> اینی که یه زده یخ کامل رو کل بدن هواپیما سپری کردن درست. که رد بکنه یخ رو بعد از اون سال هفتاد و از با ایشون با آقای خاوری قطع کردم رفتم با آقای عباس بااداری بله با عباس هم بودیم چهار پنج سال هم با ایشون کار کردیم و از یه مرحله به بعد شما عملاً با یکی از کومیدیان کشور یعنی در میشه گفت مدیریت برنامه این کمدین رو عهده گرفتید آقای ما صفت همین اشتباه نکنید بله بله, بله. که خب در مقطعی هم برادر همسر شما محسوب میشه و خب این پروسه هم فکر میکنم یک چیزی نزدیک به 7 سال 10 سال ادامه پیدا کرد درسته 9 سال, سال داردان ادامه, ادامه, داردان ادامه, داردان. ادامه پیدا کرد اما مهدی نعمت بعد از پایان همکاریش با حالا این هنرمندانی که نام برده شد وارد یک فضای دیگری شد حالا میشه گفتش که بخشی از زندگیشون تحت تاثیر اتفاقات خصوصی زندگی قرار گرفت و نوع مناسباتی که حالا با خانواده خودش داشت و بخش دیگری هم بر حال به دلایل مشکلات معیشتی و اقتصادی شامل حالش شده بود میتونم ازتون بپرسم که شما از بعد از این روزگار و بعد از این مقطع زمانی فعالیت حرفیتون رو به چه شکل ادامه دادید؟ من سیریت میوزیک کار کردم آه، موسیقی خیابانی موسیقی خیابانی کار کردم و یعنی از چه سالی؟ نکرده بود تا اون موقع آه پس ما میتونیم شما رو اولین موزیسین خیابانی در ایران حد در دقیقا درند. همینطوره چون سالی که من شروع کردم سال 88 هشت بود بله ببخشی 87 بود و تا اون موقع کسی این کار نکرده بود تو ایران ولی خب برست. تو خارج از ایران من خب خیلی دیده بودم بله بله در خارج از ایران که خب زیاد دیده میشه بهترین نوازنده ها رو می دیدم که گاهن اصلا بند درست میکردن دو تایی چهار تایی به خود الان هم که تو دوران کرونا شده که امکان کنسرت و اینا کمتر هستش کمتر هستش اصلا نوازنده ها به خصوص نوازنده های بادی تو بالکن خونه شون میزنن ولی واسه خیلی جالبه ببینید برحال در حال در فرهنگ اروپایی ما شاهد این اتفاق از سالیان قبل بودیم یعنی شاید مثلا حتی هفتاد هشتاد سال پیش هم شما در خیابان میتونستید همچین نوازنده های خیابانی رو ببینید ما سال 1972 رفته بودیم اه. بارها تو چندین جا تو آلمان من دیدم ولی این, این تو آلمان دیدم تو ایتالیا هم دیدم یه بار درسته تو آلمان چند جا دیدم؟ حالا من میخوام برگردم ایران ای. یعنی در فضای اجتماعی و فرهنگی ایران به ویژه حالا مثلا در اون سالها که کمتر کسی رقبت به فعالیت در فضای خیابان داشت در حوزه موسیقی یا جا نیفتاده بود یعنی عملا این اتفاق هنوز در ایران جا نیفتاده بود شما این ابتکار رو به خرج دادین و میشه گفتش که موسیقی خیابانی رو راه انداختین سرچکم بودین بله با همین ساز با همین ساز با همین ساز خب برای آدمی که سابقه حضور در استیج تلویزیون ملی رو داشته سابقه حضور در بله من عضو ارکستر ویژه صدا سیما دقیقاً یا حضور در مثلا کاباره های مطرح دوران گذشته رو داشته و با خواننده های مطرحی ساز زده توی اون مقطع مختل... از اونها من تو سی تا کشور ساز زدم بله دقیقا بر حال شما کنسرت‌های های خارج از ایران دا هم داشتین ایران سی تا دقیقا این برای شما اه اه چه حسی رو تدایی میکرد وقتی در خیابان مشغول زدن ساز بودین و حالا آبرینی که از کنارتون رد می‌شدن، می‌خوام میخوام بدونم که مواجهه مردم با یه هنرمندی مثل شما دو چه شکل بود دو جوره یه سری تیپ های فرهنگ پایینه که مطلقی میگن و اینا یعنی واقعا بودن افرادی که مطلق بخونه هنوز هم اصلا تیپ دیگه کسایی هن که که میبینن احترام میذارن و احترام زیادی هم میذارن ببینید یه کارگر شهرداری با لباس شهرداری این به تمام مقدسات قسم بخورم که این برا خودم پیش اومده آهنگ دریاچه نور عارف رو داشتم میزدم واشتاد تا آخرش دقیق گوش داد و از جیبش یه ده تومنی در آورد تو کیسه سازی من گذاشتم یه پاکبان یه پاکبان یه اینا که تو زرف زباله میگردن بله دوره گرده حالا خیابان نه از اونایی که تو ظرف های زباله میگردن چیز پیدا میکنن بله از اونا یه آدم عملی حتی من بیمار میدونم بله درست اینا رو و خیلی میشناسم موزیسیانهای بزرگی که اینطوری شدن چند نفر تو ذهنم هست که فوت کردن یکشون با که تو تو تصادف اسم نمیبرم تو تصادف آیه افشین و مقدم بله چون پنج دقیقه بعد از تصادف ما رسیدیم سر تصادفشون شما شما خودتون تو جا مسیر جاده بودین؟ بله یعنی به صورت تصادفی و اتفاقی اتفاقی اه... اتفاقی خانم لیلا بود با لیلا بودیم لیلا با شما بود. آره از شمال داشتیم جاده هراز رو می اومدیم اگه تونل اومدیم بیرون دیدیم راه بست است یه پیگان جوانان دیدیم زد در و داغون شده کسی که از توی اون تصادف جون سالم به در برد به. نوازنده فلوتش بود اون بنده خدا معتاد شد کردم چند وقت میشم اوردوس فوت کرد نم نوازنده ها بزرگی بودن تو این مسیر. حالا بریم سراغ خاطره که شما داشتین این اون دوره گرد خیابانی که حالا اعتیاد داشته و آره میاد اون... سراغ شما اون اومد پول گذاشت یه بار یه رانده تاکسی بود که داشت رد میشد با مسافر قشنگ من آه من حواسم به همه جا هست یه هم تاکسیه قشن برگشت مذارت خواهی کرد من پل گوگوش رو داشتم میزدم تا آخر آهنگ بایستاد بعد اومد چیز یه لطفی کرد و رفت و مردمی که باید تشکر تشکر میکنن مردمی که باید دست میزنن به خصوص خیلی فالوور خودم تو اینستاگرام اونا اصلا ش... دقیقا شکل علامت سوال میشن من اونجا میبینم البته ببینید موسیقی خیابونی میشه گفتش که یک ژانر جدید در حوزه موسیقیه و بله. همونطور که حالا خودتونم اشاره کردین نوازنده‌های های برجسته از جمله خود شما که در کشور خودمون دارید این من این فضا رو نه نه اختیار دارید برحال واقعیت ها رو بعد گفت و نمیخوام ساحت موسیقی خیابانی رو پایین بیارم ولی شاید برای یه فرد با تجربه مثل شما امروز حضور در کلاس های آموزشی خیلی مناسب تر از این باشه یعنی اینکه بتونید نسل جدیدتر رو آموزش بدین خیلی مناسب تر از این باشه که بخواید این سبک از موسیقی رو به این شکل دنبال بکنید و ادامه بدید با همه احترامی که برای موسیسین های خیابانی قائل هستم میدونید بر ترتیب شما فردی هستین که سالها تجربه دانش پشت سرتون قرار گرفته و خیلی حیف ما بتونیم بزرگوارانی مثل شما رو به این صورت از دست بدیم ضمن این که من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا روزی به صورت اتفاقی و تصادفی هم شده هنر شما رو در اون فضا بتونم ببینم اما احساس میکنم که برای مؤسسات آموزشی حوزه موسیقی یا حتی بسیاری از هنرمندانی که در بندهای خودشون موزیسین های حرفه‌ای و تمام ایار نیاز دارن باید یک توجه ویژه به پیشکسوتان خودشون هم در فضای هنری داشته باشن به حال این یک که می چرخه که میچرخه ادامه داره به حال نسل ها پشت سر هم دارن میان و اگر این بی‌توجهی ها بخواد ادامه پیدا بکنه گریبان خود نسل امروز رو هم در آینده خواهد گرفت این یه مسئله اجتناب ناپذیریه من فکر میکنم فضای موسیقی ما انقدر فضای وسیع و گسترده ای نیستش که به قول معروف نشه رسیدگی کرد نشه توجه کرد و نشه از تجربیات و دانش پیشکسفتانی مثل شما در حوزه نوازندگی و حتی میشه گفتش که سبک زندگی که یه هنرمند نسل جدید باید ازش پیروی بکنه استفاده کرد من خیلی خوشحالم از اینکه شما خودتون به بخش های ناگفته زندگیتون در این مصاحبه پرداختین آقای نعمت این تجربیات میتونه واقعا گرانبها باشه برای نسل امروز و نسلی که در سالهای آینده قرار بیاد و در فضای موسیقی و فضای حرفه‌ای موسیقی کشور فعالیت داشته باشه امیدوارم ولی خب قولهایی داده میشه <applause> مثلا اومدن امیدوارم به من گفتن که آقا شما بیا عضو صندوق هنر شو بله چقدر دوندگی کردم خودم چقدر هزینه کردم رفتم عضو صندوق هنر شدم بعد گفتن که یازده ما باید تو نوبت باشیم برای چی برای که این عضویت رسمیت پیدا بکنه بله بایدامه؟ من رفتم پیش مسئول اونجا گفتم این سوابق منه گفت بله من نگاه کرد من برای شما بسیار احترام قائلم بردم چه شما شما جمع کنید اصلا چی چه شما وقتی من دارم که ناخوام میون زنم دیگه با شما برای چی اینجا نشین چی کار داریم میکنین اصلا بیام وقتی از ما هم باید تو نوبت باشم تازه ایشون گفتش که شما مدارک رو به این شماره تلفن بفرست برام. بله. فرستادم برایش سه روز بعدش پیامک برای من اومد که آب بیا سبت نام آماده است یعنی سه روزه خوب انجام شد بعد گفتن تا چهارده روز دیگه پیامک برای تون میاد که بیاین کارتتون رو بگیریم بله. با کمک هایی که شده این چهارده روز فکر می‌کنم 140 روز شده باشه هنو نه هنوز نه هنوز نه حالا ان به امید خدا که این تلسم شکستشه و بیاد به دلیل اینکه واقعا اگر برای شما قرار نباشه که چنین اتفاقاتی بیفته برای چه کسی میخوان این صندوق هنر و هنرمند رو راه اندازی بکنه من ممنونم از اینکه شما در اصل درخواست من رو امروز قبول کردید خدا نگهدار میگم به شما و همینطور به مخاطبین عزیز این برنامه امیدوارم که در برنامه های آینده هم بتونم توجه همه شما عزیزان رو داشته باشم خدا نگهدار تک از توجهتون و بازم متشکرم که به درد دل‌های ما گوش دادیم